سلام عشقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به این ویدیو. پریسا هستم در چنل پریفان. مرسی که دارید منو نگاه میکنید. با هم تیزر اسپانسر برنامه رو دیدیم، بروکر آرون گروپس که فعال هستند در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال. لینکش رو بچه‌ها در دسکریپشن گذاشتم، حتما برید توی این آکادمی شرکت کنید. به غیر از سرمایه گذاری توی این بروکر میتونید آموزش ببینید و درآمد دلاری داشته باشید. من برگشتم با زندگی نامه یک عزیز دیگه، احمد ظاهر عزیز. امیدوارم که ببینید تا آخر ویدیو با من همراه باشید، لذت ببرید و یک موضوع راجع به زندگی نامه هایی که توی این چنل آپلود میشه. باید بگم که بچه ها همه جور آدم اینجا هست، با هر نظری، عقیدهی، سلیقهی. ممنون میشم که اگر از موضوعی از این ویدیوها دوست ندارید یا ناراحت میشید، اصلا اونو باز نکنید و نبینید، چون من نمیتونم سلیقه های بقیه از دوستان رو که تعداد زیادی کامنت میذارن، یکی دوتا نیست، تعداد زیادی هستن و من باید به میل همه عزیزان ریاکشن رو انجام بدم. پس توهین ندونید، سیاست ندونید، عقیده ندونید، همین دیگه. قربون شکل ماهتون بشم، عزیز منید، حتما ببینید، لذت ببرید. احمد ظاهر عزیز، تو یک ویدیو هم گفته بودم احمد ظاهر، گفته بودن اگر بگید احمد ظاهر خیلی صحیح تر هست. به روی چشم، زندگی نامه زنده یاد احمد ظاهر عزیز. قبل از شروع دیگه میدونید دیگه، لینک اصلی ویدیو در توضیحات هست، حتما اونجا هم برید حمایت کنید. بریم ببینیم. چه خونه شونه فکر کنم. من یکی از دو تا شخصش دارم. یکی سه چهارش بود و یکیش زندگی فامیلیش بود. خدا بود یاره. دوستی ما و احمد ظاهر از دوران لیسه بیبی هست و از سن پچار با این بچه من معرفت سلام علیک داشتم. در اون زمان خرد بود، یک تنبور داشت میخوان در خانه. ولی اگر کردون یک خورد مادرش برش خریده بود، خدا ببخشش، باز در اواخر اگر کردون کلان شاهزاده داوود پشتونیار برش بخشش داد و بسن پشتوم لیسه عبیبیه که رسید همی خواندن کرد که ای بلبل شورید شور از تو پیغان از من این زمین سحنه دیگه آمدزای شورت پیدا کرد. ای بلبل شورنگش شور تو شرر بارست برخیز بهار آمد پیشوازی تو گل سارست. عزیزم، اصلا صداشونو که میشنوم خیلی حسال خوبی میگیرم دیگه. همیشه گفتم دیگه، اسطوره هستم واقعا. شور تو شرر بارست برخیز بهار آمد پیشوازی تو گل سارست. مثال مطالعه میکرد، خودش بچه لسانس هست، معرفه خوانده، پاکوته خوانده، بالاخره ژورنالیست شد، در افغان فیلم کار میکرد با انجینر لطیف و خصوصا در عمل یک خاطره دیگه یادم آمد که یک خواندن سب کرده، گفت تو بخی که خواندن رو بچیم سب کردیم خانم، من گفت چای ما یادم که ما پس میاییم این دوکان های کارچه سیر که میبینین یکان اون دانشگاه شده باشم، همین پادشاه خوبانه خوانده بود. این دیگه گفت بشنم که خوشت نه ثبتش کنم مفتون اک خیلی مقبول خواندی، اولی ثبت میکرد باز خودش گوش میکرد اگر بادش کدام خلای میده. تاجیکستان خیلی حساس بودن توی موزیک هایی که میخوندن و میخواستن به مردم ارائه بدن، خیلی دقت داشتن. احمد ظاهر عزیز اولی ثبت میکرد باز خودش گوش میکرد اگر بادش کدام خلای میده. تاجیکستان کسی تای او هسته و یا اینکه در یکان مخفل های می باشد یا کجای که میری اگر تایب چالان باشد سرده احمد ظاهر است. لیلی 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 جان 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 من مناسباتم کسی خوب نبود که می رادیوم که می خواهم نبتون گل کنین احمد ظاهره. بالاخره احمد ظاهر مرا با جلال آباد کسی رئیس بچه وزیر سعد آمه و با بچه عثمان انوری من را به جلال آباد جور کردم.
ما که از بندی خانه خلاص میشیم باز میگه بیا عکس. وای عاشق عکسای قدیمی ام. و چقدر قشنگ زدن به دیوار بود. ما که از بندی خانه خلاص میشیم باز میگه بیا عکس بگیریم. باز بزرگ نیجایی میگه عکس ببینیم. پای خود کمرم کشول کرد نام خدا. خدا بخشش چاقم بود. مرا خم کرده. و این عکس هم دولی خودم هست. این عکس هم کنج دولی خودم هست. این عکس ها به یک روز گرفته نشده. و این یک عکسش که من این خانم من بسیار دوست داشت این هم اخوار دوم مستی این هم این دمروزی سپه گرفته شده کل این هم اکس ها کل جا اولی خودم هست در خانه خودم هست و اون یک عکسی که اونجا نشان دادم تان اون عکس خالده از خدا بخشش این هم این بچه جوان بودن چقدر قشنگ بودن شاداب خیلی باحالن سیبیل داشتن و اون یک عکسی که اونجا نشان دادم تان اون عکس خالده از خدا بخشش این همین سپید پوش هم میبینیم این همین سپید پوش همونجا خالده است که کشته شد دختر پرگار سبا دیدش کردم این در جامعه این باینمی لباس باینمی موی اون از اونجا صدا کرد که او پس ما را بخی بیا که پیشن کردیم خامد و وو ای گفتم چی مقبول شدی خودش موی خود خودش تیار میکرد مادرشگاه مادرشگاه نمیرفت بکن تردا خودش موی خود تیار میکرد کلش سامان داشت خودش در جان خود میرسید در لباس خود میرسید کاملا از عکس هایی که از احمد ظاهر عزیز هست کاملا مشخصه که چقدر اهمیت میدادن به چشمای مردم. همیشه به خودشون میرسیدن، خوشبو بودن، خوشپوش بودن و خوش صدا هم که نگم دیگه. بکن تر تا خودش میخود تعال میکرد. خودش سامان داشت خودش. در جان خود میرسید، در لباس خود میرسید. هنرمند بود. و زمان این مویای آمد ظاهر را کس تهر کلام نمیتونم برای نیم ساعت منتهایش یک ساعت برای قرارداد میکنم یک کنسرت با زود تصمیم و حتی برای ما گفت که برای چاشت ما ترک میکنم و چاشت خواهم برای مواش بجه که جمع وزدارت میرفتیم که یک کنسرت رو بگیرم یک سویقست بود و همه زیر کشتم یک هفته پیش از این حادثه راه بودم یک نفر خاله میومد چون قدیمیه خیلی صدا واضح نمیاد اگر متوجه نشدم چی گفتن میگم برام بنویسید لطفا پیش از این حادثه راه بودم یه نفر خاله میومد البته اسمش رو نمیفهمم اگر خودش رو میشناسم و ببینم او برش گفت کامل به منجوی بسیار سقر خبر داشت که پشت تو نفر است و احتیاط جانت کن از ما احتیاط کنی از ذرا همجای را بر گفتن که به حساب احمد زهر برسیم ما اینی و اون شخص گفت که اینی کلمه را ما شما کن که بر از ما گفتشده که به حساب احمد زهر برسیم منطقه البته من اون نفر فکر ما کرده اما ما فکر نکنیم که ناصر خلاصی ما به قصد کشتن احمد زهر داشتن سنشون کم بود خیلی جوون بودن وقتی که ترور میشن اگر بودن خیلی باحال بود خیلی حس و حال خوبی داشت یعنی دیگه واقعا اسطوره بودن ها خیلی خیلی حس احمد ظاهر عزیز چه از آهنگاشون چه تصاویری که هست واقعا نمیشه راجبش صحبت نکرد ولی همین که ما زمان نداریم
همین که دیگه خودتون ماشاءالله همه چیزو از احمد ظاهر عزیز میدونید. یه تعدادی کامنت هم گرفته بودن بچه از احمد ظاهر عزیز اون اوایل البته، که خب میگم همیشه نظرها خیلی متفاوته و اون چیزی که آدم میشنوه رو بخواد قبول کنه. حالا میدونیم که دیگه احمد ظاهر عزیز روحشون شاد خب خیلی سال قبل فوت شدن، کشتنشون یعنی، دیگه اون نه فیلمیه نه صحبتیه به شاهد. خب منم میتونم یه صحبتی کنم و بگم حقیقت رو دارم میگم، مهم اینه که شما اون اصل کار، اون سند کار رو ببینید. خیلی صحبت ها بود که مثلا دوست ندارم، چون به عنوان یک کسی که تازه داره با فرهنگ و مردم و اسطوره ها و استادان کشور افغانستان و تاجیکستان آشنا میشه، دلم میخواد اون چیزی که میبینم و همونجا لذت ببرم. اگر آهنگی لذت ببرم، اگر ویدیوی طنزیه، بامزه یا آموزشی هست، یا مکانی رو میریم میبینیم، دوست دارم همونجا توی همون ویدیو لذت ببرم. دیگه قبل چی بوده، بعد چی بوده، وسط چه اتفاقی افتاده، خیلی برای من مهم نیست. یعنی خیلی قشنگتره که اگر میبینید که یک نفر یک حس خوبی به یک آواز خوان داره، خیلی نخواهید اون طرف رو بد کنید به خاطر چهار تا چیزی که شنیدید و نمیدونید چقدر صحت داره. همین دیگه، ببخشید. احمد ظاهر در اما وقت کنسرت های خود می پیام داشت که اگر کنام خالیگاه ایم از من می بینین، ما را متوجه اونو خالیگاه ایم بسازین، چی در اونر می بینین، چی در قیافه می بینین، چی در لباس می بینین. این هم به ساری وقتا گفته، حتی به کنسرت های خود گفته. خیلی ها بچه ها وقتی یه ضعفی توی خودشون دارن، اگر یک نفر مقابلشون دوستانه بیاد بگه، شاید خیلی ناراحت بشن، خیلی بهشون بر بخوره. مثلا موت الان خوب نیست، نمیدونم لباست برای فلان جا مناسب نیست. دخالت نه، یعنی ایرادی، مشکلی، کمی کسری داشته باشه، اگر دوستانه بیان بگن، خب شاید خیلی اصلا نتونن این انتقاد رو قبول کنن. ولی خیلی جالبه که احمد ظاهر چقدر، میگم بابا جوون بودن، سنی نداشتن، ولی خب انقدر بالا باشی و انقدر روح بزرگی داشته باشی واقعا کار هر کسی نیست. گفتن اگر ایرادی چیزی هست حتما به من بگید بسازین، چی در اونر میبینین، چی در قیافه میبینین، چی در لباس میبینین. این هم به ساری وقتا گفته، حتی به کنسرت های خود گفته که اگر کدام خالیگاه از من میبینین یا خواندنم بدتان میاد، خوشتان نمیاد، بگوین بگوین احمد ظاهر هیچ نخوان. دو خواندن نو میکنم و وقت اگر باشه حال مرگی در شهدا باشن شانتم میتونم که مرگ آستاب روی نو میخوانم و یک کلاستیک میخوانم که ساسه رو انگوش کنم. خواستم اول که اومدن توی این مسیر بگم فکر کنم اومدن آرامگاه زنده یاد احمد ظاهر، که دیگه انداختن روی آرامگاهشون. ماندم باش دور سرسوشون خیلی چه خیلی خراب شده، یه ایز برد پاک نکردن، خراب شده بودیم، مرکسیم خراب شده، خراب شده بودیم.
نه بسیار خراب شده. میله جای میله میجه نه پغمان میرم نه قرغه میرم اینه میجه میمینمی باباست یک چای اگرم میکنم چای میخورم یک سال دو سال سرم عزیزی عزیزم باز پس یک دعا میکنم میرم میگم هیچ وقت یه تنها نموندیم تنها نمیمانم و کوشش میکنم که برش خدمت کنیم. عزیزم از دمت گرم واقعا زنده باشید. کوشش میکنم که برش خدمت کنیم. وقتی که دوستانی هستند، خانواده هستند که میتونن راجع به این عزیزان و اون چیزی که توی خونه هستند، توی دوران رفاقت هستند، خیلی راحت تر میتونن اون خود اصلی اون آدم راجع بهش صحبت کنن و نظر بدن. و تا الان هر مستندی هم که دیدیم خدایش خوبی احمد ظاهر عزیز رو گفتن، پس حتماً خوب بودن، چون یکی دوتا نبودن که بخوان راجبش صحبت کنن. از نظر شهرت و صدا و سیمای صورت که واقعا چشمگیر بودن برای مردم اون زمان و هنوزم که هنوزه راجب احمد ظاهر عزیز صحبت میشه، به خوبی یاد میشه و این هم از نزدیکانشون. امیدوارم که لذت ببرید، روحشون شاد باشه و همین دیگه. قربون شکل ماهتون، ماچ به کلاتون. تا ویدیوی بعد، بای بای.